بینندگان عزیز سلام بر شما. با پس از خبر امشب با من محمد قیس رحمانی خوش آمدید. در این برنامه بحثی داریم در مورد آبادات تاریخی با مهمانان ما، هر یک آقای کاموند و همچنان خانم لورا از سفارت آمریکا. As a first question, I want to know this. به عنوان نخستین پرسش، ما می‌خوایم بدانیم که چقدر افغانستان از لحاظ داشته‌های فرهنگی و آثار تاریخی در منطقه غنی است. افغانستان بسیار زیاد غنی است، از لحاظ داشتن آثار باستانی و میراث فرهنگی در منطقه که در جریان سالهای متمادی از بین رفتند و بسیاری از آنها تا هنوز باقی مانده است. و یک چیز عمده دیگر که غنی بودن میراث افغانها را نشان می‌دهد، سابقه موسیقی و شعر است. زمینه تاریخی افغانستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ زمینه تاریخی افغانستان همانند برخورد جغرافیایی وی در منطقه است، به خاطر که از لحاظ تاریخی این یک محدوده مرزی است و از اینجا تعداد بسیاری از تأثیرات و فرهنگ ها حضور به هم رساندند که این میراث حقیقی افغان ها را تشکیل می دهد و این بسیار غنی است و بسیار مهم است که به عنوان فرهنگ تاریخی در سراسر منطقه شناخته شود. آقای کاموند، می خواهیم بپرسم که کدام کارها مشخصاً در مورد آبادات و آثار تاریخی در افغانستان صورت گرفته از سوی سفارت آمریکا؟ تشکر است وقتتان و سلام خدمت مجموعه برنده های شما و خدمت شما و خدمت خانم لوره. باید عرض بکنم که در طی بلخواست طی چند سال گذشته تلاش های بزرگی در رابطه با حفظ آبادات تاریخی افغانستان صورت گرفته و این تلاش ها هرگز به معنای این نیست که تمام کارها انجام شده، ولی دستاورد های بزرگی در ساحاتی که اینا ما اشتغال داشتیم، در ساحاتی که بایست همکاری کردیم صورت گرفته. منحیث مثال قلعه اختیار دینی هرات، یکی از چیزهای بزرگ نه تنها در افغانستان است، یکی از آبادات بسیار عظیم و فوق العاده باشکوه در کل منطقه است و شاید در نوع خود بی‌نظیر بوده باشه. بازسازی قلعه یکی از نمونه های کار است. سفارت ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکا بالخاصه وزارت خارجه، در رابطه با امور فرهنگی در افغانستان همونطور که در دیگر ساحات ما همکار، همیار و هم خان مردم افغانستان بودیم، در ساحه حفظ آبادات تاریخی همچنین بوده. تشکر. میسز لورا، خانم لورا، کارکردهای حکومت افغانستان را برای نگهداری از آبادات تاریخی و فرهنگیشان چگونه می‌بینید؟ حکومت افغانستان برای نگهداری میراث‌های فرهنگیشان تلاش‌های را انجام داده است، مانند بعض مناطقی که در آنجا کوشش‌ها برای پیشرفت در این عرصه وجود دارد. اما به طور مثال تعداد زیادی از آثار باستانی در معادن افغانستان وجود دارد و در برخی مناطق دیگر افغانستان وجود دارد که از لحاظ امنیتی تهدید می‌شوند و حکومت باید برنامه‌های جدی را روی دست بگیرد که برای نگهداری این ما کار کنند. حالا مشخصا آقای کاموند، در مناطق ناامن که حضور گروهی ها در اونجا بیشتر احساس میشه، آیا شما رفتین در اونجا آبادات تاریخی را به گونه درست با حکومت افغانستان کور کردید؟ آبادات تاریخی افغانستان جدا از مردم افغانستان زندگی نمیکنه و آنچه زندگی روزمره مردم افغانستان است، عین چیز بر آبادات تاریخی افغانستان، ارزش های فرهنگی افغانستان و چیزهای عظیمی میراث های فرهنگی دیگه افغانستان هم شامل است. در ظرف 30-40 سال گذشته آنطور که مردم افغانستان بی خانمان شدن، در جنگ های داخلی سوختن، مهاجر شدن، عین سرنوشت آثار تاریخی و عظمت های بزرگ انسانی باقی مانده هم داشتن. چیزهای زیادی در این مورد تخریب شده، آبادات زیادی از بین رفته و حتی ایده ای هم احتمال داره که در حالتی از بین رفتن باشه. ولی مسئله ای که باید تاکید بکنیم، بعد از سال 2001 دوره نوینی در افغانستان آغاز شده، آیا این حرکتی ویرانگر در ساحه حفظ آبادات تاریخی تغییر کرده یا نکرده؟ این سوال اساسی است.
از نظر ما مردم افغانستان در حفظ آبداد تاریخی و ارزش‌های عظیم گذشته خود گام‌های بسیار بلند گذاشته. ما یک مثالی سمبولیک بر شما میتونم. فراموش نکنین شاید از طریق تلویزیون شما بارهای مسئله انعکاس یافته که وقتی که طالبان در افغانستان حضور داشت، آقای مسعودی مسئول موزیم ملی افغانستان به خاطر که آثار بزرگ تاریخی و فرهنگی نایاب افغانستان تاراج نشه، ای را در میان دیوار و اصلاحات کاگل کرد یا در میان دیوار دفن ساخت تا از دست چپاول رجات پیدا بکنن. او روزی 15 سال پیش افغانستان، 12 سال پیش افغانستان است. ولی امروز گنجینه باختر از شرق تا غرب در کل جهان چهره نمایی میکنه. گنجینه باختر آثار عظیم فرهنگی افغانستان است که در کانادا، در آمریکا، در استرالیا، در اروپا مردم زیادی به تماشای زمین و حیرت بری عظمت بزرگ افغانستان میکنه. من میخوایم این مسئله رو به عنوان مثال گفتم که گام های بزرگ برداشته شده، از دفن کردن آثار تاریخی که کس دست چپاول برش نرسه تا چهره نمایی این نمونه از عظمت در گذشته. حالا مشخصا پیش از این که پرسش را از خانم لورا بپرسیم، این آبدات تاریخی در طول جنگ ها که در بعضی از مناطق دفن شده بودند، آیا حکومت افغانستان با همکاری سفارت آمریکا توانستن همی آبدات تاریخی و آثار تاریخی را به دست بیارن یا خیر؟ من باید تو خدمت شما عرض بکنم که سفارت ایالات متحده آمریکا همکار و دستیار مردم افغانستان از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ است. آنچرا که دولت افغانستان در توانش است، آنچرا که برنامه دارن، ما همراهشان تا آنجا که میتوانیم، تا آنجا که ممکن است همراهشان از هیچ گونه کمکی دریغ نکردیم. مسئله یکی چیزی را که ما فراموش میکنیم و نباید هم فراموش بکنیم، آثار تاریخی و آبدات تاریخی در هر گوشه افغانستان نه مالکیت دولت افغانستان است به تنهایی و نه هم چیزی بر سفارت آمریکا و ایالات متحده آمریکا. این سرمایه عظیم مردم افغانستان است. فرد افغانستان در حفظ، در نگهداری و در حمایت از این آثار مسئول هستند. این مسئله باید این مردم افغانستان است که در کمک وزارت اطلاعات و فرهنگ به در حفظ آبدات تاریخی آثار فرهنگی خود به اصلاح همت ببرد. تشکر. میسز لورا، خانم لورا، ما کمبود ظرفیت را در مورد این موضوع احساس میکنیم. بنابراین تلاش های شما درباره ظرفیت سازی انسان ها برای نگهداری از آبدات تاریخی چی بوده؟ That's an excellent question, and we have been supporting many projects. این یک پرسش عالی است. ما در جریان سالها بسیاری از پروژه‌ها را حمایت کردیم تا ظرفیت افغان‌ها را برای نگهداری از آثار تاریخیشان افزایش بدهیم. مانند موزیم ملی فیلی که ما در آنجا یک تیم داریم. همه روزه با کارکنان موزیم کار می کنند در همینجا در سرک دارالامان تا برای یک مدت طولانی از آثار باستانی حفاظت شود. و دیگر پروژه در ولایت افغانستان مانند دروازه شهری هرات و زیارت شاهزاده حسین در لشکرگاه و مسجد نه گنبد در ولایت بلخ که توسط افراد متجرب عملی شده است. و همچنان بسیاری از جوانان و مردمان محلی در کنار اینها برای بازسازی کار می کردند تا کار را پیش ببرند. Members of the local population who are also working and learning skills in this field while the work is going on. خب، اگر همین قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا امضا نشود، آیا شما همکاری‌های خود را در این راستا انجام می‌دهید یا خیر؟ بله، اگر قرارداد امنیتی امضا نشود، ما هیچ وقت این کارهای خود را متوقف نمی کنیم. اما من فکر می کنم که پیمان امنیتی امضا خواهد شد. آقای کمان، می خواهیم بپرسم که شما چی فکر می کنید؟ آیا پیمان امنیتی با افغانستان امضا خواهد شد؟ و اگر امضا نشه، شما در مسئله آبدات تاریخی افغانستان تنها رها می کنید؟ یکی چیزایی که باید فراموش نکنیم، ما میتونم از موضع سفارت آمریکا اعلان بکنم که ما امیدوار هستیم
قرارداد امنیتی با دولت افغانستان امضا شود و پایه‌های امید ما وعده چندین باره یا اعلان رسمی چندین باره هر دو کاندیدای ریاست جمهوری و دومش هم لوی جرگه‌ایه که آقای رئیس جمهور افغانستان دایر کرد و این لوی جرگه مهر صحت برای مسئله داشت. مسئله ای که من باید خدمت شما به صراحت عرض بکنم عبارت از است که مناسبات فرهنگی، سیاسی و دیپلماتیک مردم افغانستان و ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا برعکس با مردم افغانستان قبل از سال 2001 است، قبل از بحث یو اس بی اس اس یا قرارداد امنیتی است. ای سالیان سال تا 60-70 سال است که مردم افغانستان، ایالات متحده آمریکا ارتباط فرهنگی، ارتباط دیپلماتیک و ارتباط انسانی داشتند. بنان میخوایم عرض بکنم که مسئله قرارداد امنیتی یا قرارداد امنیتی سیاسی است. مسئله فرهنگی حفظ آبادان تاریخی یک مسئله انسانی بزرگ است و تا سرحدی که بعضی آبادان تاریخی در افغانستان این آبادان تاریخی کل بشریت شمرده میشه. بنان ما بدون هیچ گونه شک و بدون هیچ گونه تردید ایره میتونم از می تلویزیون شما بگم که مناسبات فرهنگی، مناسبات مردم با مردم، مناسبات کمک و همکاری در ساعات حفظ آبادان تاریخی، آثار فرهنگی، ایالات متحده آمریکا، سفارت آمریکا با مردم افغانستان پایدار، استوار و دائمی خواهد. حالا مشخصا اینجا پرسش مطرح میشه که آمریکا تا چه وقت منتظر این است که افغانستان پیمان امنیتی با آمریکا امضا بکنه، در حالی که از یک سال به این طرف چانه زنی و بخاطر امضا کردن یا نکردن این پیمان دوام داره در افغانستان. سفارت ایالات متحده آمریکا و آمریکا نیست که پیمان امضا نمیکنه. دولت افغانستان دولت افغانستان است. بله. حالا مشخصا شما تا چه وقت منتظر هستین که افغانستان پیمان شما را امضا کنه؟ من عین پاسخ بر شما میتونم که شما سوال بکنید که مردم افغانستان اگر حکومت‌های افغانستان مردم افغانستان امضای پیمان امنیتی را به تعویق بندازه، آیا شما موافق هستین که امیر ادامه بدین؟ نه. از شما از خود سوال بکنید که تا کی مردم افغانستان میتونه منتظر پیمانی امضای پیمانی امنیتی باشه؟ پرسش ما اینجاست که تا چه وقت شما منتظر امضای پیمان امنیتی باشید؟ ما صراحتن گفتیم که دولت افغانستان، مردم افغانستان، ما هرچی زودتر خواهانی نهایی شدن این قرارداد امنیتی هستیم و ما هنوزم انتظار هستیم. سپاس از شما بینندگان عزیز. پس از یک وقفه کوتاه هم زمان برمیگردیم. بینندگان عزیز باز هم خوش آمدید. یک چیز که من میخوایم بدانم خانم لورا که سازمان آیکوم گفته است آثار باستانی در معرض خطر قرار دارد. چی فکر میکنید؟ چی چیزهای آثار باستانی افغانستان را تهدید میکند؟ چند مسئله است که آثار باستانی افغانستان را در اینجا تهدید می کنند. یکی از آن مسائل فقط بیتوجهی است که در مورد آثار باستانی بیتوجهی صورت می گیرد و این مسئولیت حکومت افغانستان است و مسئولیت حکومت‌های ولایتی است و حکومت‌های محلی و همچنان حکومت مرکزی در اینجا مثلا کابل است. مسئله دیگر که خطر بوده میتواند اوضاع امنیتی است که ما شاهد آن بودیم که چند وقت پیش در غزنی یک انفجار نیرومند صورت گرفت که در نتیجه آن موزیم غزنی هم تخریب شد و آثار تاریخی که در آنجا بود از بین رفت. بنابراین ناامن بودن وضعیت در افغانستان تهدید در این مورد بوده میتواند. مسئله دیگر میتواند اقلیم و هوا باشه که از تغییرات طبیعی ناشی میشود که مناطق باستان شناسی را تحت اثر خود قرار می‌دهد که بر اساس برآوردها نشان داده شده است که بیش از 90% مناطق باستانشناسی افغانستان تحت اثر آن قرار می‌گیرند. خب، اما در مورد قاچاق آثار باستانی در افغانستان چطور؟ قاچاق آثار باستانی یک تهدید بسیار جدی در مورد حفظ میراث تاریخی افغانستان است. کدام نهاد دقیقاً یا کی آثار باستانی افغانستان را قاچاق می‌کند؟
این یک اقتصاد پیچیده و مشکل است که قاچاق غیرقانونی آثار باستانی صورت می‌گیرد که مطمئناً بعضی افراد از این امر در افغانستان فایده‌مند می‌شوند. اینجا سوال باقی نمی‌ماند و همچنان اینجا قاچاق بین‌المللی هم صورت می‌گیرد که در دبی، اروپا و بعضی جاهای دیگر معامله می‌شود. یک چیز که مردم افغانستان هم نگران آنند که کشورهای خارجی آثار باستانی را قاچاق میکنند. چی فکر میکنید؟ آیا این درست است یا خیر؟ من فکر می کنم که مشکل با واسطه افغان ها در افغانستان برمیخیزد. اما اینجا هیچ مشکل وجود ندارد که جامعه جهانی با آنها یک جا می شوند. اما مسئولیت اصلی این همه بر دوش افغان ها است که از مناطق باستانی افغانستان حفاظت کنند. آقای کامون، می خواهیم بپرسم که شما به عنوان ناظر کارکردهای حکومت افغانستان در امر جلوگیری از قاچاق آثار باستانی در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟ دولت افغانستان تلاش های زیاد را در ظرف سالیان اخیر به خرج داد تا اول نه تنها از قاچاق آثار گرانبهای تاریخی در افغانستان جلوگیری شود، بلکه آن چیزهایی که به غارت هم رفته بود بتانه دوباره به افغانستان باز بگرده. من شما را به یک مصاحبه آقای مسعودی که چند روز پیش در تلویزیون طلوع انتشار یافت مراجعه میتونم که آقای مسعودی دو مسئله بسیار مهم را مطرح میکنه. اولی که در مسئله قاچاق آثار و آبدای فرهنگی تاریخی افغانستان پلیس بین المللی برای ممانعتش دخیل است، همکاری میکنه با مردم افغانستان، با پلیس افغانستان. و دومش به مطابق اگر من چرا اشتباه نکنم بیش از 9000 چیای فرهنگی افغانستان، آثار تاریخی افغانستان که به سرقت رو داشته بود از خارج به افغانستان بازگردانده شده و حال تلاش برای است که چگونه نه تنها آثار باقی مانده از چپاول، از تاراجه و از نگاه بکنند در افغانستان به طور سالم، بلکه آنهایی که بازگردانده شده هم چگونه باید نگهداری شود. بنان تلاش دولت افغانستان در حد توان این دولت قابل ستایش است، ولی چیزی که فراموش نبکنیم این تلاش کافی نیست، این حد توان کافی نیست. باید ظرفیت سازی عظیمی در افغانستان با در نظر داشتیم که شما گفتید پلیس اینترپول هم در این مسئله دخیل است، برای ممانعت از قاچاق دخیل است، برای ممانعت از قاچاق دخیل است. میخواستم حرف خود تکمیل بکنم که افغانستان از نقطه نظر آثار تاریخی خود و فرهنگی خود بسیار غنی است. بنان این غنا نیازمند یک ظرفیت عظیم برای حفظش، برای حمایتش، برای بازسازیش نیاز داره و دولت افغانستان هنوز هم به آن سرحدی از خودکفایی نرسیده و ما تمام تلاش داریم تا در پهلوی دولت افغانستان برای حفظ و ظرفیت سازی این ظرفیت مردم افغانستان باشه. پرسش شما که این گونه مطرح میشه با در نظر داشتین که افغانستان از لحاظ داشتن آثار باستانی خیلی خیلی معتبر است، وضعیت موزیم ملی کشور شما چگونه میبینین و موزیم ما در کجا است؟ هنوز سوال بسیار جالبی رو مطرح کردین، یک سوال بسیار تخصصی است. ما به یک مفهوم فضولی نمیکنیم، در یک مسئله کاملا تخصصی به اظهار نظر بکنم، ولی میخوایم عرض بکنم که گام های خوبی مؤثری و خیلی استوار در این زمینه ساخته شد، برداشته شده و آرزومندم این گام ها به ثمر برسه و به خاطر از اینکه تحلیل خوبتری از اوضاع داشته باشین، خانم لورا در مورد موزیم ملی بسیار دخیل بوده. با در نظر داشت اوضاع کنونی، وضعیت موزیم ملی کابل را چگونه ارزیابی میکنید؟
موزیم ملی افغانستان در کابل در دهه اخیر تغییرات قابل ملاحظه‌ای را شاهد بوده که وضعیتش را خوب ساخته است. افغانستان میتونه بالای موزیم ملیش افتخار کنه و مشخصا افتخار کند بالای تمام اشیایی که در داخل آن وجود دارد و کارهای خستگی ناپذیر کارکنان و مدیران مانند دکتر مسعودی که هر روز در آن فعالیت می کند و همچنان این موزیم به پیشرفت های نیاز دارد. ما برنامه های داریم که از چند سال به این سو بالایش کار می کنیم تا پیشرفت دهیم. اما یک چیز هست که می دانید این یک روند پیچیده است که با حکومت افغان ها این برنامه را گسترش دهیم تا در نهایت پایدار باقی بماند. This plan in a way that's ultimately sustainable. One of our provinces. یکی از ولایت‌های ما ولایت بامیان در سال آینده پایتخت فرهنگی سازمان سارک خواهد شد. آیا فکر نمی‌کنید که ضرورت است تا بعضی از مناطق این ولایت بیشتر بازسازی شود؟ اگر این ضرورت است، با کدام ظرفیت می‌شود بامیان را بازسازی کرد؟ بسیاری از مسائل مهم و عالی برای بازسازی بامیان صورت گرفته که از سوی یونسکو و جرمن‌ها و فرانسوی‌ها حمایت شده و بسیاری از افغان‌ها در آن سهیم بودند. مانند همه چیز بسیاری از کارها باید در آنجا صورت بگیرد. اما بله، بامیان دریافت کردم. می خواهم به تمام ولایت های افغانستان بگویم بامیان نیازمند است تا توجه بیشتر به آن صورت بگیره. باید سرمایه گذاری جدی صورت بگیره برای حفاظت میراث فرهنگی این ولایت. بنابراین کارهای زیاد برای انجام دادن است، اما بسیاری از کارهای خوب هم انجام داده شده. به عنوان پرسش آخر می خواهم این را بدانم که حمایت شما در مورد آبادات تاریخی افغانستان تا چه وقت دوام پیدا خواهد کرد؟ ما جواب این پرسش را نمی فهمم، اما تصور کرده می توانم که این همکاری ها برای مدت زیاد دوام پیدا کنه، مانند بسیاری از شراکت های دیگر امریکا با افغانستان. ما در مورد تغییرات عدم همکاری امریکا هم چیز مشخص نمی کنم، اما این که چه مقدار کمک مالی صورت می گیره هم نمی فهمم. تشکر از شما که مصاحبه ای را با ما داشتید. تشکر از شما که در این برنامه با ما حضور پیدا کردید. همچنان تشکر از بینندگان عزیز. تا برنامه دیگر، بدرود.